برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. سازمان نظام پزشکی ایران بار دیگر درباره مهاجرت گسترده پزشکان متخصص از ایران هشدار داد. این سازمان اعلام کرد که در حال حاضر کمبود پزشک متخصص قلب کودکان در ایران به بحرانی بزرگ تبدیل شده است. گفتنی است به دلیل وضعیت اقتصادی ایران در 10 سال اخیر تعداد زیادی از پزشکان و پرستاران ایران به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. منابع رسمی در روسیه میگویند که نتایج شمارش اولیه آرای انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین حدود 88% آرا را به دست آورده است. با این حساب پوتین برای بار ششم و به مدت 6 سال دیگر سکان هدایت روسیه را به دست خواهد داشت. بر اساس گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، 112 میلیون نفر در قلمرو روسیه و سرزمین‌های اشغالی اوکراین و حدود 2 میلیون روسیه مقیم خارج از روسیه واجد شرایط رأی‌دهی بودند. کشورهای غربی از جمله آمریکا و آلمان این انتخابات را غیر آزادانه و غیر عادلانه خواندند. کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان میگوید در حال حاضر در افغانستان از هر 10 خانواده 8 خانواده به آب پاک دسترسی ندارند. طبق یادداشت خبری این سازمان، عدم دسترسی خانواده‌ها به آب پاک خطر ابتلا به انواع بیماری‌ها را در افغانستان افزایش داده است. کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان در عین حال از کمک کره جنوبی برای دسترسی نزدیک به 200,000 نفر به آب پاک و خدمات بهداشتی در افغانستان خبر داده است. بر پایه اطلاعات سازمان ملل، افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در جهان در برابر تغییرات اقلیمی است. گزارش‌ها حاکی از آن است که پاکستان 3 منطقه استان پکتیا و خوست در جنوب افغانستان را بمباران کرده است. بر اساس گزارش‌ها این حمله‌ها بامداد امروز دوشنبه 28 اسفند توسط 2 جت جنگی پاکستان انجام شده است. تاکنون از تلفات احتمالی این حمله‌ها اطلاعاتی در دست نیست. ظاهراً این حمله هوایی در پی کشته شدن 7 نیروی امنیتی پاکستان در وزیرستان شمالی صورت گرفته است. وزیر دفاع پاکستان روز گذشته در واکنش به کشته شدن این سربازان گفت که شبه نظامیان از خاک افغانستان برای انجام حملات در پاکستان استفاده می کنند. حجم پولی که شهروندان سوری در سراسر جهان به خانواده‌هایشان در داخل سوریه حواله می‌کنند از آغاز ماه مبارک رمضان 2 برابر شده است. به گزارش العربی الجدید، چند شرکت حواله پول در دمشق گزارش دادند که با فرارسیدن ماه رمضان درصد حواله پولی که از سوی سوری‌های خارج نشین به سوریه می‌رسد 2 برابر شده است و انتظار می‌رود با ادامه ماه مبارک رمضان به ویژه قبل از عید فطر افزایش یابد. گفته شده بیشتر حواله ها از عراق، امارات، دبی و اردن به این کشور میرسد. بر اساس گزارش سازمان ملل، تعداد افراد نیازمند به کمک های بشردوستانه در سوریه از سال 2011 میلادی به بالاترین حد خود رسیده و از هر 4 نفر 3 نفر به کمک نیاز دارند.